خیلی خوش آمدید. دوستان پسندیده می‌بینم که یادآوری مجددی در رابطه با گرد همایی 15 می داشته باشم. همونطور که آگاهی تستیوریان از آغاز حرکت خود را با پیامی نوین در رابطه با عرفان شروع کرده و راه جدیدی را در مسیر عرفان گشوده است. در این 5 سال ما بسیار سعی بر این داشته ایم که بیانی واضح از نظرات ما داشته باشیم و برنامه هایی را پایه‌گذاری کنیم برای ورود به روش های عملیه، رمزگشایی های عملی از عرفان در رهگذر سلوک و طریقت. این حرکت نوین است و آشنا شدن به آن نیاز به وقت گذاردن در راه این سلوک دارد. دوستانی که می توانند سیر معنوی و سفر درونی را قسمتی از زندگی خود قرار دهند، در این مسیر به مقصد و رهایی راه پیدا خواهند کرد. از این روی برای معرفی برنامه های آینده هستی اوریان، گرد همایی روز یک شنبه 15 می ماه از ساعت 6:30 تا 9:30 شب در همین محل سالن جیم ای رو برای اعضای خانواده هستی اوریان در نظر گرفته ایم. این گرد همایی عمومی نیست و به طور خصوصی برای اعضای خانواده هستی اوریان برگزار خواهد شد. در صورتی که مایل با دعوت عزیزانی هستید که در جلسات حضور ندارند، خواهشمندم و تأکید میکنم لطفاً حد اکثر توجه در انتخاب این افراد داشته باشید و کسی رو همراه خود بیاورید که حداقل با مسیرهای عرفانی و طریقت آشنایی داشته باشد و مسیر حرکت ما را بداند. امروز روز آخری است که می توانید ثبت نام کنید و توجه داشته باشید که ظرفیت سالن تقریباً تکمیل شده است. جلسه امروز آخرین جلسه دوره زمستانی است و جلسات دوره بهاری هستی اوریان از تاریخ شنبه 9 اپریل در همین مکان و همین ساعت، یعنی ساعت 6 بعد از ظهر شروع خواهد شد و ما در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. در ترم بهاره باز برنامه های متفاوت و جدید دیگری رو در راستای برنامه های هستی اوریان ارائه خواهیم داد و شما دوستان با حضورتان از جزئیات این برنامه ها مطلع خواهید شد. برای مطلع شدن از اخبار هستی اوریان لطفاً از طریق فیسبوک، تلگرام و اینستاگرام با ما در تماس باشید، چون ایمیلی زده نخواهد شد برای اطلاع رسانی. و در صورت مواجه شدن با سوالاتی در حین تعطیلات، لطفاً با فرستادن ایمیل به q@hastiorion.com ما رو مطلع کنید. در حین تعطیلات برای پیدا کردن آمادگی بیشتر به منظور جذب عمیق‌تر مباحث سخنرانی به مطالب جلسات قبل رجوع کنید و گوش کنید. پیشاپیش آرزوی سالی خوش همراه با تندرستی و نعمت فراوان و نوروزی پیروز برای یکایک که شما دارم. متشکرم. خب دوستان، عرض سلام و خوش آمدگویی دارم خدمتون. دو جلسه قبل خدمتون عرض کردم که این دو جلسه آخر رو از بحث عشق یه مقدار خارج میشیم و وارد یه بحثای دیگه میشیم. حقیقتی چون این 20 و چند جلسه ای که گذشت تو پاییز و زمستون، مبحث بسیار سنگینی رو که خود عشق در پی داشت با هم دنبال کرده بودیم، یه مقداری خواستم که بحث‌ها سبک‌تر بشه، اما به هر حال جوشش خود مولانا اجازه نمیده که
این دریای مواج لحظه ای آرامش نمیگیره. به هر حال ما از جلسه قبل یه بحثی رو در رابطه با نفس با هم و فکر با هم داشتیم. این جلسه هم یک بحثی رو داریم در رابطه با آگاهی، که ما وقتی از آگاهی صحبت میکنیم منظورم به دانش نیست. اگر خاطرتون باشه سال گذشته داستانی رو در دفتر دوم خوندیم که یه پیرمردی رفت پیش طبیب و به طبیب گفتش که چشمم تار میبینه. گفت علتش پیریه. گفت غذا هضم نمیشه، سوء هاضمه دارم. گفت اونم علتش پیریه. گفت نفسم میگیره. گفت علتش پیریه. هر چی گفت این طبیب گفت علتش پیریه. پیرمرد عصبانی شد، زد رو سر دکتر، گفت من هر چی به تو میگم تو میگی علتش پیریه. گفت این عصبانیتی هم که داری علتش پیریه. این داستان رو ما داشتیم در شاید یک سال پیش. این داستانی که امشب میخواییم بخونیم در امتداد همون داستانه، یعنی درست بعد از اینکه اون داستان تموم میشه این داستان شروع میشه. من دو بیت آخر اون داستان رو میخونم و وارد این داستان جدید میشه. گفت در تو هست اخلاق آن پیشینیان، چون نمیترسی که تو باشی همان. آن نشانی ها همه چون در تو هست، چون تو زیشانی کجا خواهی برست. میگه که هرچی که من دارم میگم این نشانی ها همه در تو هست، و وقتی که این نشانی ها در تو وجود داره تو نمیتونی رها بشی. یعنی این که میگه من خواهم یه بحثی رو بکنم، اگر من مولانا رو نمیفهمی بحث آیکیو و هوشت نیست، بحث جای دیگه ایه. این نکته رو میخواد مطرح کنه، یعنی میخواد بگه که به خودت نگاه کن، ببین این نشونی هایی که من میدم در تو هست، اگه در تو هست بدون که راحت نمیتونی صحبت های من رو درک کنی. داستان در دفتر دومه. قصه جوهی و آن کودک که پیش جنازه پدر خیش نوحه میکرد. جوهی و یا جوها یک فردیه در ادبیات عرب مثل ملا نصرالدین خودمون، یعنی همون چیزای طنزی رو که از ملا نصرالدین نقل میکردن در عرب از جوهی و یا جوها نقل میکنن، و جوهی به ادبیات فارسی راه پیدا کرده. اگر خاطرتون باشه 4-5 سال پیش داستانی رو داشتیم باز در بحث آگاهی از دفتر ششم، که جوهی زن زیبایی داشت و چون از نظر مالی تنگ دست بودن به زنش گفت برو، یعنی یه تلهی گذاشتن، یک برنامهی برای قاضی شهر ریختن، و زن رفت از قاضی دلبری کرد و قاضی اومد به خونه جوهی برای اینکه با زن جوهی ارتباط برقرار کنه، و بعد رفت توی صندوق و اون داستانهایی رو که داشت و در اونجا مولانا قوقایی کرد که آزادی در صندوق به هیچ عنوان میسر نیست، هر نوع صندوقی، هر نوع قالب فکری در حقیقت نوعی بسته شدنه، نوعی خفگیه. آزادی وقتیه که از تمام صندوق ها رها بشی، و رهایی از تمام قالب ها و ایدئولوژی ها رو مطرح میکرد. داستان خیلی زیبایی بود. جوهی امشب داستان دیگه ای رو از این جوهی مطرح میکنه که با هم میخونیم. کودکی در پیش تابوت پدر، زار می نالید و بر می کوفت سر. کی پدر آخر کجاعت می برند، تا تو را در زیر خاکی آورند. می برندت خانه تنگ و زهیر، نی در او قالی و نه در وی حسیر. زهیر یعنی دردآور. قدیما رسم بود، شاید هنوزم رسمه، وقتی که یک نفر میمرد معمولا براش زبون میگرفتن. حالا خلاصه پدر یک کودکی مرده و این کودک هم داره براش زبون میگیره. گفت کجا میبرنت؟ خونه ای که تنگ و
به اصطلاح دردآوره و نه توش قالی هست و نه توش حصیری هست، منظور همون گور هست، قبر هست. نی چراغی در شب و نه روز نان، نه درو بوی طعام و نه نشان. نه چراغی داره، نه نونی داره و نه بوی غذایی توش میاد. نی درش مأمور، نی بر بام راه، نی یکی همسایه کو باشد پناه. گفت نه درش خونه‌ای ساخته شده مأمور، یعنی عمارت شده، و نه راهی به بام داره. چشم تو که بوسگاه خلق بود، چون شود در خانه کور و کبود. گفت چشم تو رو که همیشه جایگاه بوسه زدن مردم بود، به چشمت بوسه می زدن، حالا چطور میشه که جایی داره میره که کبود میشه. خانه بیزین ها رو جای تن، که درو نه روی میماند نه رنگ. زین نسق اوصاف خانه میشمرد، و از دو دیده اشک خونین میفشرد. خلاصه این کودک، این جوچه، اینجور رو این نسق رو این روش هی اوصاف قبر پدرش رو میگفته، برای باباش زبون گرفته بود و داشت گریه میکرد. حالا جوهی بچه است، داره با پدرش از اونجا رد میشه. جوهی حرفی پدرش میزنه، گفت جوهی با پدر: ای ارجمند، والله این را خانه ما میبرند. گفت جوهی را پدر: ابله مشو. گفت ای بابا، نشانی ها شنو. این نشانی ها که گفت او یک به یک، خانه ما راست بی تردید و شک. گفت بابا، این جوهی به پدرش گفت، گفت بابا این کسی که مرده دارن میرنش خونه ما. گفت بابا چرا ابله شدی؟ گفت ببین نشانی ها رو گوش کن، تمام نشانی هایی که داره میده، نه حصیر داره، نه نون توش پیدا میشه، نه چراغ داره، اینا نشونی خونه ماست، اینا دارن خونه ما میارن. نه حصیر و نه چراغ و نه طعام، نه درش مأمور و نه صحن و نه بام. بخوا این یه خونه ماست دیگه. زین نمت دارند بر خود صد نشان، لیک کی بینند آن را تا قیام. داستان تا اینجا تموم میشه. یعنی یه مرده ای رو میبردن و بچهش براش زبون گرفته بوده که جای بی حسیر، جای تنگ و تاریک و سخت میبرنه. جوهی هم به باباش گفت بابا این داره آدرس خونه ما رو میده، همون جایی که نه طعام توش هست، نه حسیر توش هست، هیچ چی ما نداریم، این مرده رو خونه ما میارن. زین نمت دارند بر خود صد نشان، لیک کی بینند آن را تا قیام. داستان تموم شد. حالا خود مولانا داره رمزگشایی میکنه. خانه آن دل که ماند، خانه آن دل که ماند بی زیا، از شعاع آفتاب کبریا. تنگ و تاریک است چون جان جهود، بینوا از ذوق سلطان ودود. جهود یعنی کافر، به سنگ دل هم میگن. سنگ دل نه کسی که به ترحم نگاه نمی کنه، سنگ دل یعنی چیزی که هیچ موقع حقیقت رو قبول نمی کنه. نه در آن دل تاف نور آفتاب، نه گشاد عرصه و نه فتح باب. گور خوشتر از چنین دل مر تو را، آخر از گور دل خود برتر. زنده ای و زنده زاد ای شو خوشنگ، دم نمیگیرد تو را زین گور تنگ. میگه تو هم زنده‌ای و هم زنده‌زاد هستی، یعنی همینطور داری لحظه به لحظه زنده میشی، خیلی هم شوخ و شنگی، خیلی شادی، نفست نمیگیره از این گور تنگی که توش هستی. یوسف وقتی یه خورشید سما، زینچه و زندان برا و رونما. یونست در بطن ماهی پخته شد، مخلصش را نیست از تسبیح بود. بود یعنی چاره. شما ببینید وقتی که میگید لابد، یعنی چاره‌ای نیست، چاره‌ای وجود نداره. میگه یونس در بطن ماهی پخته شد، مخلصش راهی نداره، خلاص شدنش راهی نداره، الا اینکه بره در تسبیح و تسبیح انجام بده.
ببینید، یکی از مسئله هایی رو که در توضیح اول مطرح میکنه، میگه شما یه چیزهایی رو ببینید در خودتون وجود داره، اگر این درت وجود داره علت اینه که صحبتهای من مولانا رو زیاد متوجه نمیشی. میگه ببین خانت بیزیاست، یعنی وجودت دلت بی نوره، دل روشنی نداری، تنگ و تاریکی. ما زمانی که در پی اعتباریات بسیار حرکت میکنیم، اعتباریات هم بارها صحبت کردیم، همه چیز هست، تمام جاها، مقامها، اون جاهایی که نقش مصلحین اجتماعی بازی میکنیم، اون جاهایی که به اصطلاح میخواییم کمک کنیم، تمام این اعتباریات و این آسمان اعتباریات رو که کشف میکنیم و بهش میرسیم، فقط شما نگاه نکنید، نفس و شیطان درون، یعنی کسی که باید بره حتما از 100 تا آدم بکشه تا به این بگن آقا این شیطان درون داره. در درس ماوی و ابلیس مولانا به ما میگفت نفس همیشه از تشویق به خیر به چاه زلالت میندازتت. بسیار عنایت کنید، مهمترین موضوعی که در مسئله عرفان مهمه، این که ما بارها صحبت از این میکردیم که سعی نکنیم آدم خوبه باشیم، بحث اینه که چقدر تو در درون روشنی، چقدر نور آفتاب در دل تو تابیده. اگر در گور تنگی هستی و در فشارهای ظلمانی داری رنج میبری، جنگهایی که همش درت به وجود میاد، این در خیلی از انسانها مشترکه. خیلی از انسانها، یعنی تقریبا تمام انسانهایی که در هویت فکری در نفس اسیرن، این نشونها رو دارن، بی نهایت سؤال دارن و این سؤالها هرگز جواب داده نمیشه. بارها مولانا گفت این سؤالها رو هیچ کس به شما جواب نخواهد داد، کما اینکه از دوران افلاطون و ارسطو تا قرن 21 یک دونه از این سؤالها جواب داده نشده، بعد از این هم جواب داده نخواهد شد، چون این در تاریکی بی‌نهایت حرکت میکنه. میگه اگر تو با تمام موفقیت ها و نیمه موفقیت هایی که در کسب اعتباریات داری، حالا این اعتباریات هر چی هست، اگر خونت تاریکه، بدون که حرف من رو زیاد متوجه نمیشه، یه نکته ای رو من براتون بخونم، اینه که این باز میکنه. میبرندت خانه تنگ و زهیر. شما ببینید ما از فکر خودمون بیشتر از هر چیز دیگه شکنجه میشیم. بزرگترین شکنجهگر ما فکر ماست. میگه اگر در یک همچون جای تاریکی اسیری و همش در پی این هستی که یه پله فکر رو با یه پله فکر دیگه حل کنی و همش دنبال این هستی که در این فکر به نتیجه‌ای برسی و در تمام عمرت نه قالی در این درون وجود داره نه حسیری، باور کنید دیدیم آدم‌های زیادی رو می‌بینید شاید با 70 سال سن 7 حرف برای گفتن نداره، 7 حرف اساسی جز یه سری نصیحت‌های مادر بزرگا حرف دیگه ای نمیتونه بزنه. اگر چراغی در درونت روشن نشده، اگر در اسارت فکری، نه چراغی در شب و نه روز نان، اگر در تاریکی درون چراغی نداری، اگر تغذیت از اصل وجود خودت نیست، نه در او بوی طعام و نه نشان، گیج میزنی، مطمئن بدون که با انسانهای هویت فکری در یک مسیری، زیاد نمیتونی چیزی رو که من میگم متوجه بشی. حالا این صحبتایی رو که من کردم مولانا در ابیات پایین باز میکنه. توجه کنید
به دو تا مسئله اساسی میپردازه. یه تفسیر خیلی جدیدی از تسبیح بیان میکنه و یک معنی جدیدی از صبر مجدداً تو این داستان بیان میکنه. یوسف وقتی خورشید سما زین چه و زندان برا و رونم. یوسف درون انسانه، یوسف فطرت و سرشت انسانه، چاه نفسه که درش قرار گرفته. میگه تمام شما انسانها بدون استثنا، معنی انسانیت از نظر ما یعنی عرفا اون یوسفیه که در درونت وجود داره. اما میگه بهت دارم وارنینگ میدم، دارم بهت اخطار میکنم، این یوسف داره تو شکم ماهی پخته میشه و داره ناپدید میشه. اگر به دار این نرسی، این توانایی تو، این قدرت سرشت تو از بین میره. ببینید، باید یه مقدار من این سیمبول ها رو باز کنم تا به حرفای مولانا برسیم. یونست در بطن ماهی پخته شد، مخلصش را نیست از تسبیح بود. یونس پیامبریه که هم در قرآن اسمش اومده و هم در تورات اومده. داستانهای زیادی رو راجع به یونس گفتن. حالا کدوم یکی از اینها درسته ما کاری به اون نداریم، که این زمانی که قومش اینو به قومش پشت کرد و قوم میخواستن اینو بکشن، داره در جایی که لحظه هم شک میکنه یونس. حالا این یونس فرار میکنه، یا به دریا میزنه یا سوار کشتی میشه. داستانهای خیلی متفاوت داره، من این داستان خدمتون میگم. سوار کشتی میشه و در کشتی میرن به سمت دریا. در دریا طوفان میشه. وقتی که طوفان میشه اینا میخوان کشتی رو سبک کنن، من جمله هرچی وسایلی میریزن بیرون. و چون یونس هم آدم بده بوده و کسی بوده که آدم به اصطلاح، چون پیغمبرای خدا همیشه در زمان خودشون آدمای بد به حساب می اومدن دیگه، اینها این رو میگیرن و میندازن تو دریا که کشتی سبک بشه. یک ماهی میاد، یک ماهی بزرگی میاد و این یونس رو در شکم خودش جا میده. این داستان و افسانه دینیه. حالا ببینید مولانا از این چه بهره برداری میکنه. گر نبودی او مسبه بطن نون، حبس و زندانش بودی تا یبعثون. میگه اگر اون مسبه نبود، اهل ستایش نبود در بطن نون. نون به معنی ماهی هستش. شما در قرآن دو تا مسئله رو پیدا میکنید، یکی صاحب حوت که همون صاحب حوت یعنی صاحب ماهی همین یونسه، یکی هم زنونه یعنی صاحب نون. صاحب نون یعنی صاحب ماهی، باز اشاره داره به همین حضرت یونس. میگه اگر این در بطن ماهی تسبیح نمی کرد، تا قیامت تا یبعثون در شکم ماهی میموند. او به تسبیح از تن ماهی بجست. چیست تسبیح؟ آیت روز الست. او به تسبیح از تن ماهی بجست. چیست تسبیح؟ آیت روز الست. میگه اون با تسبیح از شکم ماهی بیرون اومد. بعد بیان میکنه که تسبیح آیتیه، نشانه ای از روز الست. ببینید ما یه نکته ای رو من راجع به تسبیح خدمتون بگم، بعد بریم ببینیم مولانا چی میگه. شما میدونید تسبیح همینی که مثلا در خیلی ها میگن سبحان الله، پاک است، منزه است، این معنی لغوی این لغت هستش.
اما مولانا داره میگه منظور من از تسبیح به هیچ عنوان این سبحان الله گفتن ها نیست. این موقع اشتباه فکر نکنی که من منظورم از تسبیح اینه که یارو هی ورد میخونده. آیه ای در قرآن هست که میگه پون اما یصفون، میگه که خدا پاکتره، منزهتره از اون چیزی که به توصیف بیاد. مولانا میگه آقا توصیف کار چیه؟ توصیف وصف کردن کار فکره. وقتی که من یک غذایی خوردم، یه میوهی خوردم، یه چیزی لباسی پوشیدم که شما ندیدید، با دانشی که من دارم و دانشی که شما دارید این رو میخوام به شما منتقل کنم، وصفش میکنم. وصف کار فکره. مثلا میگم شبیه سیبه، رنگ سیب سرخه، تصور ذهنی رو برای شما حاضر میکنم. وصف کردن کار ذهنه، کار فکره. شما هر چیزی رو که بخواید توصیف کنید باید با فکرتون توصیف کنید. اما میگه این تسبیحی که من دارم میگم ورای این داستانه، دارم از چیز دیگه ای صحبت میکنم. از چی صحبت میکنم؟ آیت روز الست، نشانه از روز الست. من الست رو توضیح دادم، بازم خدمتون توضیح میدم، چون خیلی صحبت‌های فربهی رو در این داستان داره. ببینید الست کلامی در اصل الستو هستش در سوره اعراف. در سوره اعراف می‌خونیم که خدا خودش رو در به ذرات انسانی نشون داد. اگر آیه درست یادم باشه اشهدهم علی انفسهم قال الست بربکم قالوا بلا، این اصل آیه در سوره عرف در عرف هستش. شهودی وجود انسان از حقیقت هستی داشته و در اون حقیقت هستی که شهودی داشته تأیید کرده وجودش که حقیقتی وجود داره. حیات بر اساس بازی و تاس ریختن به وجود نیومده، حیات انسانی. بسیار به این نکته عنایت کنید. این در یک زمانی اتفاق نیفتاده که گذشته بوده، در یک مکانی گذشته بوده. این حالتیه که شهودی از حقیقت هستی بر ذات هر انسانی وجود داره. عرفای ما کلمه الست رو گرفتن و بسیار به کار بردن. این الستو آیا نیستم، این رو به عنوان یک عالم مطرح کردن، به عنوان یک جهان که بهش میگن جهان ذرات، و بسیار هم صحبت کردن که در اصل آیه فقط همینه. اینها دیگه اینایی که من دیگه دارم میگم در قرآن نیست. اصل صحبت اینه که بله در عالم الست این ذرات گفتن بله، و باز عرفای ما به این اضافه کردن که بعضی از این ذرات گفتن نه و بعضی ها گفتن لا ادری. اینا دیگه اضافات عرفای ما هستش که این مسائل رو داشتن. میگه در عالم الست تو یک نجوایی، یک درکی از یک حقیقتی داشتی، این حقیقت رو به عنوان ترسیم ذهنی نگیرید. عرفای ما میگن انسان وقتی که به دنیا میاد دو پدیده در این نهفته است و اینها رو بهش میگن هوش، درک و خاطرات فطری، سرشتی. یکی از این داستانها عشق به سروایو کردنه، به ادامه حیاته. به همین خاطر وقتی که بچه نوزاد دنیا که میاد نه تنفس میکنه، به سمت سینه مادر میره، غذا میخوره، غذا رو هضم میکنه، تمام اینها بدون برنامه ریزی فکری، بدون اینکه نقشه آموزشی داشته باشه این یک کار انجام میده.
میگه یک همچون چیز دیگه ای هم وجود داره در توی انسان که مثل همون عشق به سروایو کردن، عشق به ادامه حیات در تو وجود داره، درک اون شهودیه که از حقیقت کردی. به این میگن درک حق جویی فطری در عرفان ما. میگه تمام انسان ها این حالت رو دارن، تمام انسان ها این حالت رو دارن که وقتی به دنیا اومدن حرکات فطری برای حق جویی دارن. میگه چیزی رو که من دارم بهتون میگم تسبیح الست، تسبیح آیت روز الست. میگه منظور من از تسبیح سبحان الله گفتن نیست، جایی که توی انسان بدون این که بدونی چرا، عنایت کنید، بدون این که بدونی چرا عاشق مولانایی، بدون این که اصلا در فکر در ده ها و صده ها چیز متفاوت باهاش مخالفت میکنی، نه با مولانا، با همه چیز، چون فکر ما فقط دنبال ایرادگیریه، فقط دنبال اینه که ببینه چی با چی کجا میتونه یه مچگیری کنه بیاد جلو، این از مشخصات فکره. اما با تمام این تفاسیر میای و در جلسات مولانا میشینی و میبینی که وقتی جلسه تموم میشه اصلا یه چیز دیگه است. درسته یک ساعت بعد دوباره همون آدمی، اونش مهم نیست، آیت روز الست. میگه اون چیزی که داره گفته میشه، یعنی مولانا داره میگه من دارم خاطرات فطری تو رو، خاطرات فطری نه به این معنی که تو ذهن من تو فکر من یه چیزی بوده حالا یادم رفته، نه، اون فطرت درونی تو رو دارم بیان میکنم. این یعنی تسبیح، این مهمترین ذکره که دارم از چیزی صحبت میکنم که تو رو داره تو یک حالتی میبره قبولش، چون فکر نمیتونه قبول کنه، چون اسیر در اون تنگناست، اسیر در نفسه، یونسیه که در بطن ماهی نفس در اسارته. میگه اون فکر تو هزار جور بالا پایین میشه، هزار جور قضاوت ها میکنه. ببینیم در خودمون دیگه، همش ما دنبال این هستیم ببینیم چهار تا ایراد از مولانا میگیریم، چهار تا ایراد از اون میگیریم، و بعد تصور بکنیم که در گور زندگی کردن، در تنگنای زهیر و تاریکی زندگی کردن جزی از زندگی دیگه. این حرفیه که این تو این داستان داره میزنه، از بالا داره صحبت میکنه که بابا جان تو شوخ و شنگی، تو زنده و زنده زاده‌ای، اصلا تو زنده زادی، تو اصلا بسیار شاد و روشنی، اما چون این گور رو، این نفس رو درش اسیری، فقط سعی میکنی که یک فرمی نشون بدی که خب زندگی یعنی همین دیگه. میگه نه، من دارم به تو میگم این نیست زندگی، من مولانا دارم به تو میگم ابدا این زندگی نیست، زندگی بسیار روشنه، بسیار زیباست و تو هم بسیار شاد و شنگونی، شاد و شنگول هستی از این گوری که در نفس قرار گرفتی بیا بالا. گر نبودی او مسبح بطن نون، اگر اون در بطن نون، در بطن ماهی تسبیح نمی کرد، یعنی یاداوری روز الست، اون حرکت فطری، مثل بچه‌ای که دنیا بیاد و شما بخواید اینو با اکسیژن نگه دارید، انسان باید بتونه ذاتاً تنفس کنه، انسان باید بتونه ذات طبیعتاً بر اساس
فرمی که جسمش داره کارهای طبیعی رو انجام بده. میگه عزیز من، همون اونجوری که تو این کار رو میتونی انجام بدی، تو به عنوان یک انسان طبیعتاً روشنی، طبیعتاً نور داری، طبیعتاً در زیبایی هستی، مثل همون بچه‌ای که یک نقصی ایراد پیدا کرده، یک مشکلی در ریش پیدا شده و نمیتونه تنفس کنه، با دستگاه تنفس میکنه، تو هم این رو بستی، فراموش کردی که توی همچون توانایی داری و همش دنبال این هستی که در بیرون شاد باشی. باور کنید، عرض من رو نگیرید، بارها خدمتون گفتم، ببینید به تجربه، سیر در انفس یعنی همین. ببینید این انسانهایی که همش در بیرون میخوان خودشونو شاد نشون بدن، همش به دنبال شادی های بیرونی هستن، از همه غمگین تر هستن یا نه؟ برید در درونشون، این یعنی سری در انفس. میگه آقا این در تو هست. بسیار نکته مهمی رو در بطن نون مطرح میکنه. ببینید، یک غزلی از دیوان کبیر خونده بودیم قبلا که عارفان را نیست شمع و شاهد از بیرون خیش. یک جایی میرسه، یونسی دیدم نشسته بر لب دریای عشق، گفتمش چونی، جوابم داد بر قانون خیش. این یعنی قانون خیش، از طریق فطری و الست، نه با زبان. گفت اندر این دریا بودم شکار هر ماقی، گفت تو این دریا، تو این اقیانوس که بودم، هر ماقی، ماهی کوچیکی، هر ایدئولوژی، هر فکری، هر دینی، هر اتوریتی، هر کسی که یه مقدار آدم دور خودش جمع کرده، هر ماهی کوچیکی منو جذب خودش میکرد. آنچنان بر دال و نون خزیدم تا شدم زنون خیش. میگه اونچنان بر دال و نون، یعنی بر نفس خمیدم، نون همون ماهیه، شدم صاحب ماهی، زنون خیش، شدم صاحب ماهی، یعنی بر اون تاریکی ها فائق اومدم. و دال الست اصطلاحیه در عرفان ما که به موقعش بهش میرسیم، در من روشن شد. یا همه حرف من فقط با تو همینه، تو هی نگو زندگی همینه، چون همه مثل تو در این گور هستن دلیل نیست که این درسته. اگر همه شهر چشم ندارن یا یک چشمی هستن، دلیل بر این نیست که چشم دروغه. این حرفش اینه. میگه تسبیح اون چیزیه که اون شهودی که نمایان کرده حقیقت هستی بر تو و تو اون رو درک کردی و در خاطره فطریت، باز عنایت کنید ما کاری به مسائل فکری نداریم، وجود داره، اون چیزی هستش که تو رو میتونه از دل این ماهی بیاره بیرون. باور کنید این عین صحبتایی که ما همیشه در هستی اوریان داشتیم. یک ساعت در این ابیات عمیق، اونطوری که اون مولانا بیان میکنه، هماهنگ شدن و روشن کردن از هر مراقبه بیشتر کمک میکنه. شما فکر میکنید برای چی تو این چند سال با چه عشق، با اون عشقی که همه شما اومدین، علتش فقط تسبیح آیت روز الست بوده، برای اینکه مولانا از اون چیزی داره صحبت میکنه که ناخودآگاه میبینی داری میکشتت. دقیقا دیدید بعضی ها که حافظشون از دست میدن، ضربه مغزی میشن، یه حالتی دارن که یادشون نمیاد، ولی یه چیزایی رو میبینن خیلی بهش علاقه مندن، این آدم رو خیلی دوست دارن، نمیشناسه، یادش نمیاد. یه تو هم یه همچون حالتی رو پیدا کردی. راه نجات در وهله اول تسبیحه، و تسبیح نه به این معنی که بشینی هی بگی سبحان الله، ابدا میگه منظور من این نیست. منظورم اونه که در جایی قرار میگیری
که یادآوری اون شهود حقیقت بر تو نمایان میشه. گر فراموشت شدان تسبیح جان، بشنو این تسبیح های ماهیان. میگه اگر یک جایی، الان من مولانا که دارم این صحبت رو میکنم، ممکنه که بگی چی داره میگه، یعنی چی، کدوم عالم بوده، من که حقیقت رو دیدم که خودم نفهمیدم. میگه که اگر این حرف من رو هم فراموش کردی و متوجه نیستی، حد اقلش از تسبیح های ماهیان بشنو. ماهی، ما بحث مفصلی رو راجع به ماهی خواهیم داشت در رابطه با مثنوی و دیوان کبیر. مولانا خیلی راجع به ماهی و دریا صحبت کرده، اما من خیلی مختصر خدمتون بگم، مولانا بحر و دریا رو بسیار عمیق و رمزآلود میدونه و رازآلود میدونه. دریا و بحر رو نماد میگیره همیشه از هستی. میگه شما ببینید در این دریا چیزایی زندگی میکنن، موجودات زندگی میکنن به نام ماهی. ماهی میگه غذای ماهی از آبه، مسکن ماهی از آبه، داروی ماهی از آبه، خواب ماهی در آبه، پوشاک ماهی در آبه. ببینید همه ما انسان ها احتیاجات واقعیمون، نه اون چیزی که به ما احتیاج نشون میدن، نه داشتن احتیاجات کاذب، که خب در عصر ما ماشاءالله اکثر احتیاجات ما شاید کاذبه، اما احتیاجات واقعی ما، میگه مسکنه، در دفتر ششم مطرح میکنه، غذا و خورد و خوراکه، داروه، پوشاک، این چیزا چیزای اصلی و بیسیکیه که همه احتیاج دارن. میگه ماهی همه اینا رو از آب میگیره. و بزرگترین مثالی که برای ما میزنه اینه که اون کسانی که با حقیقت رو در رو شدن همین ماهیان. بشنو این تسبیح های ماهیان. میگه اینها کسانی هستن که مستقیم از خود هستی میخوان، از خود هستی میگیرن و در کانال هستی حرکتش میدن. اینجا اونجاییه که خیلی ابزارها و اسبابهایی که انسانها به عرفان میچسبونن بی خوده. میگه آقا اون کسی که به حقیقت وصل شده نشونش باید باشه. میگی این همه میگی دنبه خوردم دنبه خوردم، خب چربیش کو؟ اگر تو به حقیقت وصل شدی، اگر تو توان این رو داری که با حقیقت ارتباط داری، این نشانه های خودش رو داری. یکیش اینه که اون فرد این ماهی میمونه، از اسباب و وسیله استفاده نمی کنه. اسباب و وسیله منظورم کارهای دنیوی نیست، خیلی این چیزایی که به عرفان میچسبونن. دیدید خیلی کارهایی میکنن به اسم عرفان که آقا نه این خیلی خوبه، من فقط به این خواسته و آرزوم برسم، مثلا مهم نیست. هر که دید الله را اللهی است، هر که دید آن بحر را آن ماهی است. میگه آقا همه این حرفا رو بذار کنار، یک کلام دارم بهت میگم. میگه خدا هست، دیدیش حرف بزن، ندیدیش ولش کن. بسیار نکته مهمیه. با خدای ساخته ذهن، با خدای ساخته مکاتب مختلف و تشخصهایی که این خدا داره، میگه تو در همون چاهی، حالا هر چقدر که میخوای بالا برو پایین بیا، اون زمانی مهمه که اون کسی که حقیقت رو دیده اون حقیقت داره و نشونه هایی داره، نشونه ها رو دونه به دونه باز میکنه. میگه یکی از این نشونه ها اینه که مثل ماهی میمونه، همش به دنبال این خرافاتی که به اسم عرفان معرفی میکنن نیست. از ما، نظر ماست، به همه هم احترام میذاریم، به هیچ عنوان چی کسی
مرد حق از نظر مولانا که مستقیم از خدا میگیره. حافظ میگه دیگه، میگه ای شیخ ببخش منو، عنایت کنید ای شیخ ببخش منو اگر تو رو رها کردم، چون وعده ها رو تو دادی ولی پیر مغان عمل کرد. آقا اگر من باید به حقیقتی برسم، چی وعده سر خرمن به من میدی؟ اگر قراره که برسم باید برسی، و در همین زندگی و در همین دنیا و در همین حیات باید درکش کنی. اگه نکردی ولش کن، میشه ساخته ذهن، میشه همون صندوق. پس تنزیه و پاکی عرفان ما از این آلایش هایی رو که بهش میبندن ببینیم. حالا خودش رمزگشایی رو انجام میده. این جهان دریاست و هستی دریاست، این جهان دریاست و تن ماهی و روح یونس محجوب اندر نور سو. میگه آقا جان دریا این هستیه، ماهی هم تن توه، یونس هم اون تواناییه که در تک تک سلولهای تو نهفته است و تو ازش بیخبری و من بهش میگم روح. این اون چیزیه که من مولانا میخوام بهت بگم. و یونس یعنی اون تواناییهایی که در این سلولهای بدن تو، در ذره ذره وجود تو وجود داره به نام روح. این در به وسیله این ماهی بلعیده شده، عنایت میکنید؟ 800 سال پیش این تفسیرهای سیمبولیک رو داشتن. آقا مگه آدم تو تن ماهی میتونه زندگی کنه؟ میگه ببین آقا جان مثالها اینه، این دریایی که ازش صحبت شده و یونس رو انداختن تو این دریا، این همین هستیه که تو رو رها کردن. تن تو هم تمام این افکار، این تنگناها، این بدبختی هایی که داری، جلسه قبل میگفت دیگه، میگفت به اون عادت هایی که چسبیدی، یعنی همین گورها، یک کلام اون حقیقت هستی، اون ولی خدا، یک کلام بهت بگه این کارو نکن، میخوای پاره کنی، چون در این گور اسیری و نمیخوای از این گور بیای بیرون. بعد همش دنبال خرافات میرید. اول و آخر صحبت ما اینه که ببینید در 800 سال پیش، امروز اگر بتونن یه همچون تفسیرهای سیمبولیکی از این داستانها و افسانه‌های مذهبی بدن، ولی به ما میگه آقا اینا نیست، آدم که واقعا تو دهن ما تو دل ماهی که نمیتونه زندگی کنه. میگه اینا یک سیمبول‌هایی که من دارم برات باز میکنم. عزیز من اگر میخوای از دل این ماهی بیای بیرون، آیت روز الست یادت نره، جایی که گرمت میکنه. این همون صحبتی بود که من بارها خدمتون گفتم. و توجه به این داشته باش، جلسه قبل بسیار مرتبطه به این داستان که این داره میگه. میگه آقا وقتی تو این چاه اسیری، اولین دیسیپلین، اولین نظم میخوای پاره کنی، چون نمیفهمیش و چون تو نفهمی همه چی غلطه. میگه خیلی خوب تو همونجا زندگی کن، اما این حرفایی هم که من گفتم بدون، تمام این حرفا زمانی برای تو معنی پیدا میکنه که حداقل بدونی در گور نفس اسیری. تو وقتی اینو نمیدونی، من هر چی بگم بی خوده، حرف من رو هم نمیفهمی، هی هم از این ور میری اون ور، از اون ور میری اون ور، آخرش به هیچ جا نمیرسی. این جهان دریاست و تن ماهی و روح یونس محجوب از نور صبوح. میگه روح تو، اون توانایی که در تک تک اعضای وجود تو، ذره ذره وجود تو وجود داره، اون در حجاب از باد صبحگاهی، از حرکت صبح، از اینکه تو به وسیله نوازش های هستی زندگی رو بتونی درک کنی، اون شادی، اون شاد و شنگول بودن، اون زنده بودن، اون زنده بودن رو بتونی درک کنی. خسته نباشین، بریم برای از آقای دکتر کردستان تقاضا می‌کنم تشریف
غزل انتخابی امشب من با بقیه غزلهایی که تاکنون براتون خوندم فرق میکنه. من از فیجان خواهش میکنم به من اجازه بدن که غزلی رو که انتخاب کردم سروده هایی است که کاملا در عالم حیرت گفته شده و برای بعضی از دوستان ممکنه این درک که چقدر این غزل عمیق هست، بعضی کلمات ممکنه بسیار متغیر باشه، بنابراین خواهش کنم که توجه کنید این غزل با اونچه که تاکنون شما در این جلسات شنیدید متفاوته. امیدوارم که این درک رو بسیار عمیق‌تر انتقال بدم. غزلی را میخونم در عالم حیرت، سروده اون عطار هست. گم شدم در خود، نمیدونم کجا پیدا شدم. گم شدم در خود، نمیدونم کجا پیدا شدم. شب نمی بودم ز دریا، شب نمی بودم ز دریا. غرقه در دریا شدم. سایه ای بودم از اول، بر زمین افتاده خوار. سایه ای بودم از اول، بر زمین افتاده خوار. راز کان خورشید پیدا گشت، ناپیدا شدم. راز کان خورشید پیدا گشت، ناپیدا شدم. زامدن بس بی نشانم، بس شدن بس بی خبر. زامدن بس بی نشانم، بس شدن بس بی خبر. گویا یک دم برآمد، کامدم یا من شدم. می مپرس از من سخن، زیرا که چون پروانه ای در فروغ شمع روی دوست ناپروا شدم. در راه عشقش چو دانش باید و بیدانشی، در راه عشقش چو دانش باید و بیدانشی، لاجرم در عشق او نادان و هم دانا شدم. چون همه تن دیده می بایست بود و کور گشت، چون همه تن دیده می بایست بود و کور گشت، این عجایب بین که نابینا و هم بینا شد. خاک بر فرقم، خاک بر فرقم، اگر یک ذره دارم آگهی. تا کجاست آنجا که من سرگشته تا آنجا شدم. چون دل عطار بیرون دیدم از هر دو جهان، چون دل عطار بیرون دیدم از هر دو جهان، من ز تأثیر دل او بی دل و شیدا شدم. یا بهتره بگیم که ماز تأثیر دل او بی دل و شیدا شد. عاشقان تا خاکدان بستان شود، آمد ندای آسمان تا مرغ جان پران شود. هم بحر پر گوهر شود، هم شوره چون گوهر شود. چون سنگ هم سنگ لعل کان شود، هم جسم جمله جان شود. گر چشم جان عاشقان چون ابر طوفان بار شد، اما دل اندر ابر تن چون برق ها رخشان شود. دانی چرا چون ابر شد در عشق چشم عاشقان؟ زیرا که آن مه بیشتر در ابرها پنهان شود. ای شاد و خندان ساعتی کان ابرها گرینده شو، یا رب خجسته حالتی کان برقها خندان شود. زان صد هزاران قطره ها یک قطره ناید بر زمین،
ورزان که آید بر زمین جمله جهان ویران شود. جمله جهان ویران شود و از عشق هر ویرانی با نوح هم کشتی شود، پس محرم طوفان شود. طوفان اگر ساکن بودی گردان نبودی آسمان، زان موج بیرون از جهت این شش جهت جنبان شود. ای مانده زیر شش جهت هم غم بخور هم غم مخور. ای مانده زیر شش جهت هم غم بخور هم غم مخور. کاندانه ها زیر زمین یک روز نخلستان شود. از خاک روزی سر کند آن بیخ شاخ تر کند. شاخی دو سه گر خشک شد باقیش آبستان شود. شاخی دو سه گر خشک شد باقیش آبستان شود. وان خشک چون آتش شود، آتش چو جان هم خوش شود. آن این نباشد این شود، این آن نباشد آن شود. آن این نباشد این شود، این آن نباشد آن شود. چیزی ببخشید من بدش چیزی دهانم را ببست، یعنی کنار بام و مست. هر چه تو زان حیران شوی آن چیز از او حیران شود. چیزی دهانم را ببست، یعنی کنار بام و مست. هر چه تو زان حیران شوی آن چیز از او حیران شود. هر که دید الله را اللهی است، هر که دید آن بحر را آن ماهی است. با صراحت کلام به ما عرفان میگه آقا اگر خدای رو دیدی، دیدن رو هم داره توضیح میده، نه اینکه بشینه و باهات شطرنج بازی کنه. نه، اون ارتباط برقرار شده، میدونی چی میگی، اله رو خدا رو میشناسی، ذات هستی رو میشناسی، و اله هر چی داری میگی بازی فکره. و میگه که تفسیری میکنه از مسئله ماهی و درون و روح و اینجور چیزا که یونس یعنی چی؟ به خصوص به زنون دقت کنید. صاحب زنون خیلی کلمه کلیدیه در عرفان ما، در خیلی جاها به کار میره و به اصطلاح چه صاحب هوت و چه زنون از رمزهایی که در عرفان زیاد ازش استفاده شده. صاحب هوت یعنی ماهی، همون یونس، و زنون هم یعنی صاحب ماهی و همون یونس. حالا ببینیم دیگه چی میگه. گر مسبح باشد از ماهی رهید، ورنه در وی هضم گشت و ناپدید. باز عنایت کنید، میگه اگر این مسیری که من گفتم، ارتباطی که تو آرومت میکنه، گرمت میکنه، ذهن رو ول کن چه کار میکنه، اگر این ارتباط رو داری و بتونی اون شهود، چشم شاهد در داستان سلطان محمود، همه صحبت یک آن دیدن اونه، اون رو ببینی، از این ماهی تن بیرون میای، از این ماهی نفس بیرون میای. ولی خیال میکنی زندگی همش همینه. شما ببینید بعضی از دوستان میگن خب خیلی ها باور نمیکنن، مسخره میکنن. خب 100% همینطوره، 100% همینطوره. نمیتونه بالاتر از اون رو تصور کنه، چه انتظاری داری؟ اگر اون ارتباط برقرار نشده چه انتظاری داری؟ نه از بیرونی ها فکر میکنه شادی ها رو میگیره. برو یک آن درون رو باز کن، برو یک آن در درونش ببین چه خبره. اگر نکردی، ورنه در وی هضم گشت و ناپدید. تمام این توانایی هایی که من مولانا گفتم توی انسان داری، اگر توی این مسیر نیفتی فوت میشه، ناپدید میشه، در پیکره این ماهی هضم میشه. شما اگر یه تخم عدس میکارین، یه تخم، حالا نمیدونم، درختای مختلف، حالا هرچی من زیاد وارد نیستم، میکارین، این توانایی داره که دیدید یه تخم کوچیکه، سبز میشه، رشد میکنه، قد میکشه بالا، چه میوه هایی به شما میده، چه حالا چیزای مختلفی به شما میده. همه این توانایی تو اون یک ذره وجود داره، تو اون یه تخمی که شما کاشتین وجود داره.
درسته؟ همش داره از اون به وجود میاد دیگه. حالا میگه عزیز من این تخم یه مدتی که بمونه دیدید میپوسه، دیگه بکاریدش، هر چی آب بهش بدید، هر چی در معرض چیزای مختلف بذاریدش، این دیگه نمیتونه شکوفاشه، چون اون توانایی هضم گشت و ناپدید. درسته؟ میگه توی انسانم همین حالت رو داری، ای که 50 رفت و در خوابی. حرف سعدی دقیقا همین داستانه. آقا یک جایی بیدار شو، فکر نکن تا جوونی فقط باید بری توی این زهیر و تنگناها پرپر بزنی که بگی من شادم. اگر از دستت رفت رفت. حالا ماهیان جان در این دریا پرند، تو نمیبینی که کوری ای نژند. میگه این ماهیان، این ارتباط با حقیقت، این ماهیانی که من ازشون توضیح دادم در این دریای وجود پرن، تو چرا فقط دنبال اتوریتی میری؟ این داستان رو به خاطر این دوبار من تکرار کردم، یادتونه اما مرا دزدید و برد. عزیز من اشکال از ترسیم توه، محال ممکنه هستی در سر راهت نشه، ولی وقتی که نمیبینیش، وقتی گرمای الست رو داره بهت میده و بازم درک نمی کنی، هیچ کس نمیتونه کاری بکنه. این رو یقین بدون کاری نمیتونه بکنه. بر تو خود را میزنند آن ماهیان، چشم بکشا تا ببینیشان عیان. ماهیان را گر نمیبینی پدید، گوش تو تسبیحشان آخر شنید. یا آقا جان اگر هم نمیبینی، حداقل تسبیح من مولانا رو که میشنوی، این ابیات همون تسبیحه. بابا دیگه صدای من مولانا رو که داری میشنوی، لااقل مطلب گوش بده چی میگم، از این ور نگم، از این ور بره تو ترسیم فکریت. من دارم از ارتباطی صحبت میکنم که میشناسیش، فوری یک ترسیم حافظی رو حاضر نکنید، یک چیزی که تو حافظمون هست، یک ارتباط وجودیه. اون کسی هم که میگه من خدا رو دیدم، یقین بدونید اگر ارتباط وجودی، اصطلاحاً خدا رو دیدم، ما دیگه لغت پیدا نمی کنیم دیگه، ارتباط وجودی با هستی داره، محاله اگر اون الستت هنوز نپوسیده، اگر فطرت و سرشتت هنوز ناپدید و هضم نشده، محال گرمای اون نگیری. یکیش خود من مولانا، دقیقا داریم یه تسبیح آدمی مثل من رو بگیر دیگه. حالا وارد یه صحبت دیگه میشه. صبر کردن جان تسبیحات توست، صبر کن کان است تسبیح درست. کان است یعنی که آن است، با کان به معنی معدن اشتباه نگیری. هیچ تسبیحی ندارد آن درج، صبر کن که صبرو، صبر کن از صبرو مفتاح الفرج. صبر کن که صبر کلید گشایش است. صبر چون پول صراط آن سو بهشت، هست با هر خوب یک لالای زشت. یک معنی از صبر میکنه، گفتیم صبر پذیرش شرایطه، صبر معنی انتظار منتظر بودن نیست. میگه صبر جان تسبیح همه درجاته. مثالی رو میزنه در پایین، چون من وقت نمیکنم اون سه چهار بیت رو بخونم، فقط توضیحش میدم که میخواد صبر رو معنی کنه. میگه ببین آقا جان، اگر یک بیگانه‌ای به شهر شما حمله کنه و بر شما مسلط بشه، شما اگر همگی بخواید برین جلو کشته بشید که اینا رو بیرون کنین و میدونین کشته میشید، این کار اشتباهه. بیگانه که بر تو مسلط شده، نفس که بر روح تو مسلط شده، شما چه میکنید؟ صبر میکنید، اما نه به این معنی که میرید یه گوشه میشینید و منتظری تا حالا از غیب یکی بیاد اینو عوض کنه. نه، شرایط رو پذیرفتین، منتظر فرصت هستید،
آمادگی و آگاهی رو دارید و در شرایط به موقعش اون بیگانه رو بیرون میکنید. این به این معنیه که شما نه با اون شرایط موافق هستید، به این معنیه که صبر میکنید بر پیروزی بر اون. حالا میگه این صبر جان این تسبیحاته، این همون آدم هایی که شهرشون تسخیر شده و با صبر آگاهی و مقاومت خودشون رو کارهایی که باید بکنن انجام میدن. تو هم وقتی که بیگانهی به نام نفس بر تو حاکم شده، یه دفعه همه نیروهاتو نریز بیرون برای اینکه اینو بیرون کنی، تمام نیروهاتو خالی میکنه. این یه تیکر رو دوستانی که در این مسیر طریقتن تقاضا میکنم خیلی عنایت کنید. این خیلی نکته مهمی ها که اگر یه جاهایی میبینید براتون فتح بابی نمیشه، درست این نکته نکته مهمیه. انسانی که در گوره که در گوره، اون چی؟ اما انسانی که اون یقظه بیداری براش به وجود اومده و در این عالم بیداری متوجه شده و میخواد راه به جایی ببره، میگه عزیز من راه بردن این نیستش که تو یک دفعه یورش بیاری که من میخوام الان برسم. میگه این کار فکره، این شدنی نیست. تو در اون مسیری که ارتباط آیت روز السته، جایی که گرم میشی، جایی که در حتی آنی مثل همین جلسات مولانا که میبینی در اون یک ساعت دو ساعت چه آرامشی رو پیدا کردی، این یعنی همون گرم شدن دیگه. از این ساده تر میگه اون ارتباط درونی تو رو یه جور دارم من مولانا وصل میکنم. میگه اون شرایط رو بپذیر، آماده باش برای اینکه لحظه‌ای که شکوفایی میاد از دست ندی. لحظه رو تو تعیین نمی کنی، اون لحظه شکوفایی درون رو تو. فقط باید بر اون آگاه باشی. وقتی میگی میخوام یعنی کار ذهنه. دیدید انسان ها رو همین چیز خودشون رو بیان میکنن که نه خب آخه من میخوام. وقتی که میخوای یعنی ذهنه، تو داری تو مسیر گرم شدن حرکت میکنی، بر این صبر کن. اما اول کاری که هستی میکنه هست با هر خوب یک لالای زشت. لالا یعنی تایه، مربی، کسانی که اون موقع میگرفتن بچه هاشون رو تربیت کنن، ننی، یه همچون چیزی شما بگیرید. میگه که یه نکته ای رو از هستی بدون. وقتی که در این مسیر حرکت میکنی، اون زیبایی، اون شنگولی، اون شادی، اون الوهیت در تو میزنه بیرون، یه لالای زشت میذاره بغل دستت. به این موضوع شک نکن. ببینید خیلی دقیق مسائل رو بیان میکنه. میگه وظیفه تو صبر کردن با اون لالای زشته، با اون تایه زشته. میگه باید تو با اون چیزی که هستی در کنارت میذاره بتونی صبر کنی. زلالا میگریزی وصل نیست، زان که لالا راز شاهد فصل نیست. میگه تو دلت نمیخواد، این بلانس توه، عنایت کنید. شما وقتی در این مسیرها حرکت میکنید بلا فاصله میان بزننتون، چه از درون چه از بیرون، و تمام اینها داره میاد که شما رو که شما درون خودتون رو ببینید. اما زمانی که به یه زیبایی میرسی بدون لالای زشت حتما در کنارته، ولی مبادا اون لالای زشت رو کنار بزنی. دقت بکنید خیلی نکته مهمیه. صبر ماه با شب روشن نگهش میداره، اگه شب نباشه ماه نوری نداره. تو چه دانی ذوق صبر ای شیشه دل،
خاصه صبر از بحر آن نقش چگل. چگل یه منطقه در ترکستانه، حالا اون موقع هم ترکستان بوده، حالا امروز هم ترکستانه، یه منطقه یه. آدم های اینجا به خصوص خانم هاش خیلی خوب روین، همیشه در ادبیات ما شما در حافظ هم اینو پیدا میکنید، به چگل خیلی مثال میزنن. اینها بسیار زیبا هستن. میگه تو ای آدم نازک دل، تا یه چیزی بهت میگم فوری بالانست به هم میریزه، قهر میکنی، دلت میشکنه. شیشه دل یعنی چون اینا رو عنایت کنید، اگه در این مسیر حرکت میکنی، آی دلم شکست، آی نمیدونم به هم برخورد، آی این فلان بود، اینا همه اون مسائلیه که این مرد داره مطرح میکنه. میگه تو خیلی ذوق اینو داری که اون زیبا رویان چگل رو ببینی. اشاره به دنیای معنویت، عالم معنویت، زودتر وارد شی. ولی تو نمیدونی چه ارزشی داره. وقتی رسیدی حرف من مولانا رو میفهمی که تو صبر داشته باشی با لالاهای زشتی که برات میفرستن. انقدر نازک دلی نکن و انقدر از اینها فرار نکن. همین لالای زشت عامل وصل توه، یکی از عاملهای وصل توه. عنایت میکنید؟ تعریف بسیار زیبایی رو از صبر به ما ارائه میده که وقتی در این مسیر حرکت میکنی، تو زیباییت اومده بیرون ولی لالای زشتم میاد، باید صبر کنی، باید صبر کنی، راه دیگه ای نداری برش. پس مهمترین راهنمایی که در مسئله صبر میکنه، میگه تو سرپذیرش شرایط رو پذیرفتی و در این حال داری کار خودت رو میکنی، ارتباطت رو داری با اون چشمه درون باز میکنی و در این حال لالای زشت میاد. عزیزانی که تجربه کردن میدونن من چی میگم. اگر هم حرف من رو قبول ندارید، برید، یعنی حرف مولانا، حرف من که نیست، برید ببینید وقتی که این شکوفایی ها میاد، لالای زشت بلا فاصله کنارتون قرار میگیره یا نمیگیره. اینها خیلی ادعاست، اینها خیلی حرفه. با چه صراحتی به شما میگه این اتفاق میفته؟ به محضی که روشن میشی میخوان بزننت و به محضی که روشن میشی لالای زشت رو کنارت قرار میدن. ابیات راجع به مسئله صبر، همونه که گفتم، بیگانه و اینا توضیح میده تا بیت آخر میرسه. از علمهای گدایان ترس چیست؟ کان علمها لقمه نان را رهیست. قدیمها گداها یه علم بلند میکردن که شما از دور میبینید بدونید این گداست، بهش کمک کنید. ارتش هم که حمله میکرد، مثلا مغول حمله میکرد، این هم علمهای بلندی داشتن. شما وقتی این علمها رو میدیدید میترسیدید، میفهمیدید مثلا ارتش مغول داره میاد. میگه آقا اگر از اون علمها به ترسی مسئله نیست، ولی از علمهای گدایان چرا میترسی؟ این علمها فقط یه لقمه نون از تو میخوان، یه پولی یه نونی بهشون بدی راشون بندازی برن. میگه از این مسیری که حرکت میکنی یه نکته ای رو خیلی بهش توجه کن. کسانی که گدای نون، نون فقط غذا نیست، نون شخصیته، نون خیلی چیزهایی هست که برای دکانداران معنویت بسیار مهمه. میگه زیاد از علمها و حرفای اینا نترس، عنایت کنی، نترس، از خدای حرف بزن که دیدی. اگر خدایی رو ندیدی و با ذهن میخوای به من ثابت کنی میشی فیلسوف، باز هم ادعای بزرگیه. اساس روش مولانا و روش مولویه همینه. میگه اگر در این مسیر با من بودی و گرفتی، اگر حقیقتی از خودش با تو نشون بده، اگه نداد دروغ گفتن بهت. شما کمتر پیدا میکنید غیر از ادیان، این فقط مکاتب عرفانی، حالا فقط نه مولوی، بسیاری از عرفای مشرق زمین
که با این صراحت صحبت میکنن که ما راهمون کانال به هستیه و تو رو وصلت میکنیم به هستی، اما به شرطها و شروطها. شرطهای ما هم همین است که تو متوجه تاریکی نفس شده باشی. من نمیتونم تو رو از خودت نجات بدم، هیچ کس رو نمیشه از دست خودش نجات داد، اول از همه خودش رو باید دست خودش نجات بده، بعد بقیه مسیر رو من ادامه میدم. غزلی از مولانا در دفتر در دیوان کبیر، من اینو براتون میخونم، ببینید که چقدر مربوط به این صحبتهایی که امشب من خدمتون عرض کردم. اگر اشتباه نکنم غزل 132 دیوان کبیره. در میان پرده خون عشق را گلزارها، عاشقان را با جمال عشق بیچون کارها. عقل گوید شش جهت حد دست و بیرون راه نیست، عشق گوید راه هست و رفتم من بارها. می‌بینید میگه آقا این فکر تو به تو میگه آقا همش دروغ، سر کارت گذاشتن، همش همینیه که داری میبینی، بقیهش دروغه. میگه یه چیزی در درونت ورای القا. ببینید ما این مراحل رو گذروندیم، عقل اجماع، این که هی تو ذهنت کردن این هست، نمیدونم باید اینجوری باشی، باید خدا رو اینجوری بپرستی، باید، میگه از همه اینا تو گذشتی، این همه این صحبت رو من باهات کردم، اما جایی میبینی داره در درونت فریاد میزنه که من بارها رفتم. همون عشق، همون کیفیت درونی، همون توانایی که تو داری. عقل گوید شش جهت حد دست و بیرون راه نیست، عشق گوید راه هست و رفتم من بارها. عقل بازاری بدید و تاجری آغاز کرد، عشق دیده زانسوی بازار او بازارها. ما با فکر خودمون، تصورمون اینه که زندگی خب همش همینه دیگه، یعنی همون بازار. میگه این عقل تو، این فکر تو، فکر میکنی زندگی یعنی همین، حالا باید یه لایفی رو داشت، یه بیسیک لایفی رو داشت، یه تجربیاتی توی زندگی کردی، یه بیزینسی کردی، یه پولی داشت، یه صفایی کرد توی این دنیا و رفت دیگه. میگه عقل تو جز این نمیبینه، اما پشت این بازار عشق هزاران بازار دیگه دیده. ای بسا منصور پنهان ز اعتماد جان عشق، ترک منبرها بگفته بر شده بردارها. میگه ببین در درون خودتو، منصور، منصور حلاج، در درون خودتو منصورهایی هست، چرا فکر میکنی به این راحتی نمیپذیری که زندگی اینه؟ برای اینکه خیلی جاها میبینی، نشونه هاشو بارها میگفت، همسایت مرد، برادرت مرد، متوجه به این میشی که خیلی چیزها، خیلی توانایی‌ها از دستت رفته. عاشقان دردکش را در روزنه ذوق‌ها، عاقلان تیره دل را در درون انکارها. آیت میکنی؟ یه وقتی که عاشقی در تمام زوایای روزن درونت این ذوق‌ها وجود داره، اما زمانی که برمیگردی به فکر همش دوباره انکار شروع میشه. عقل گوید پامنه کندر فنا جز خار نیست، عشق گوید عقل را که اندر توست آن خارها. هی نهی میزنه که آقا اینا همش بی خود، عالم فنا یعنی چی؟ عالم حیرت یعنی چی؟ بابا اینا همش گفتن سر کارت بذارن. میگه اونی که این روزنه های درونی رو داره، اون تجربه رو داره، من مولانا فقط با اون کار دارم، و الا اگه بخوای بیای بشینیم با هم رو استدلال فکری بریم جلو، تا قیام قیامت این داستان تموم نخواهد شد، هیچ فیلسوفی هم تموم نخواهد کرد. میگه من فقط اون کسی رو میگم که عشق رو فهمیده. وقتی عشق رو فهمیده، احتیاجی نیست من دیگه براش توضیحی بدم، تا بگم عاشق شدم میگه میفهممت، حتی همون عشق زمینی. این خموش کن خار هستی را ز پای دل بکن، تا ببینی در درون خیشتن گلزارها. میگه تو یک آن بیا این گلزارهایی که من دارم میگم، این زیبایی هایی که همش در درون خودته، بیا و ببین.
شما یک مورد بیرونی از اینها میبینید، یک مورد میبینید که به شما بگه که نه آقا باید بری به این بچسبی، دنبال اون بری، به این پول بدی، این رو دمش رو ببینی، یک مورد میبینی، میگه همش خودتی. اگر من مولانا میخوام به تو راهنمایی بکنم، بیدریق در اختیارت گذاشتم. اگر دیگه اینو توف میکنی دیگه خودت میدونی. شمس تبریزی توی خورشید اندر ابر حرف، چون برآمد آفتابت محو شد گفتارها. میگه که تو عین یک خورشید میمونی شمس تبریزی، وقتی که بالا میای دیگه تمام گفتارها از بین میره. تجربه سکوته، سکوت ذهنی، نه سکوت گفتاری. حالا سکوت گفتاری هم جزی از این داستانه، اما اونجایی که شما در درون به سکوت میرسید، وقتی که به سکوت رسیدید، اون سکوت درونی به وجود اومد، یعنی یک آن فکر از فعالیت افتاد، یک آن هیچ حمله‌ای به شما نکرد، فقط یک آن، اون وقت شما میبینید که اینها چه گلزارهایی رو باز کردن. اما فراموش نکن وقتی که فکرت رو به عنوان یک قول آوردی گذاشتی جلوی من، همه اینها در نیستی و بیخودی میره. اون زمانی متوجه میشی که فکر یک آن و فقط برای یک آن بخوابه و تو سکوت رو درک کنی. مهمترین موضوع اینا همون سکوت بیکرانه است که تمام گنج ها در اون سکوت خوابیده. وقتی به اون سکوت رسیدی همه اینا برات حل میشه. راهکارهای زیادی رو به ما داده، بازم راهکارهای بیشتری رو به ما میده. عزیزان، خیلی از این صحبت ها رو باید در عمل به کار ببندی، و الا اگر آگاهی نداشته باشی، خرد نداشته باشی، بارها گفتن گناهی بالاتر از خام بودن در مذهب ما نیست. یعنی وقتی سطحی هستی اصلا وارد زندگی، وارد معنویت نشو. معنویت عمق داره و انسانی که در سطح حرکت میکنه بهش نمیرسه. اینها رو باید در عمل بهش رسید و به کار بست. سال خوبی رو براتون آرزو میکنم، انشالله که پربرکت و پر از سلامتی و شادی براتون باشه، نوروزتونم پیروز باشه، تا انشالله در بهار همدیگر رو ببینیم. خدا نگهدار.